محمود امیری مقدم با ماست، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و یکی از برگزار کنندگان این تریبونال. آقای امیری مقدم، سوالم از شما این هست که این سوال رو من از شما قبلا کردم، در فکر میکنم جلسه دوم بود اگر اشتباه نکنم، جلسه اول یا جلسه دوم بود، فکر میکنم دوم، در ارتباط با هزینه این دادگاه. ببینید، این یکی از سوالای بسیار کلیدی هست که مردم الان دارن در موردش صحبت میکنن و براشون دغدغه هست بدونن که حالا چه اونهایی که موافق این دادگاه هستن، چه اونهایی که مخالف این دادگاه هستن، دوست دارن بدونن که این هزینه ها از کجا تامین شده برای برگزاری چنین دادگاهایی. میخوام از شما بپرسم، توضیح بدید برای مردم که این هزینه ها از کجا تامین شده. بله، درود بر شما. ببینید، در واقع این دادگاه با ابتکار سازمان عدالت برای ایران آغاز شد و سازمان حقوق بشر ایران که من نمایندگی میکنم و یک سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام هم جزو برگزار کنندگان هستیم. هزینه این دادگاه بخشش از طریق در واقع دونیشن های شخصی و بخش دیگریش از طریق توسط بنیادهای حقوق بشری اروپایی تامین شده. حالا برگزار کردن دادگاه در واقع هر کاری که ما میکنیم هزینه داره. اون چیزی که احتمال داره که دلیل اینکه خب علاقمند هستن بعضیا به این سوال اینه که خب جمهوری اسلامی سعی میکنه که این رو به مردم برسونه که حکومت‌ها، دولت‌های غربی پشت این قضیه هستن که این اصلاً صحت نداره، هیچ دولتی حمایت نکرده از این دادگاه، این دادگاه کاملاً مستقل هست و همونطور که گفتم بنیادهایی هم که کمک می‌کنند در واقع این بنیادها نیستند. اینطور نیست که دیکته کنند که این دادگاه به چه صورت باید پیش بره. این رو برگزار کنندگان هستند که تصمیم میگیرند. کلن فاند گرفتن در کشورهای اروپایی فرق میکنه با اون چیزی که در جمهوری اسلامی بهش فکر میکنند. جمهوری اسلامی اونا خودشون وقتی که به گروه کمک میکنند، خب هم به صورت قاچاقی، هم گروه هایی که برای مثال حزب الله، حماس و سعی میکنن این تصویر رو جلوه بدن که فاندینگ نهادهای حقوق بشر به همین شکل، در حالی که اینطور نیست. همه نهادهایی که فاند میگیرن در کشورهای مختلف، در کشورهای اروپایی، خب اینجا باید اولا که خودشون بر پروژه رو خودشون تعیین میکنند، کسی نیست از بالا بگه که شما چه کار کنید. این ما هستیم که تصمیم میگیریم که چه پروژه‌ای میخوایم داشته باشیم و بعد بنیادهایی هستن که به این پروژه ها کمک میکنن و بعد هم حسابرسی میشه. بله، البته شما میگین فاند، شاید خیلی باشن که با این کلمه آشنا نیستن، اصلا خیلی ها هستن که با عملکرد این نهادها آشنا نیستن. برای اونهایی که آشنا نیستن، برای اونها میتونید توضیح بدید که به هر جهت، مثلا سازمان عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر، نه علیه اعدام، با هم علیه اعدام، اینا همه این سه تا سازمان، هر کدومشون، حالا ما نمیخوایم دونه دونه بریم رسیدگی بکنیم به مسائل مالی اینها، الان اصلا جاش اینجا نیست، ولی کلا مثلا سازمان عدالت برای ایران، اینا از کجا فاند میگیرن، پول میگیرن، هزینه میگیرن؟ از آیا از دولت میگیرن، از افراد میگیرن، از چه جاهایی شما پول میگیرید؟ بله، ببینید، حالا من از طرف سازمان عدالت برای ایران نمیتونم صحبت کنم، ولی خب به طور کلی از با آشنایی که از نهادهای حقوق بشری دارم میتونم اینو بگم که در کشورهای اروپایی و آمریکا منابع مختلفی وجود داره برای فاندینگ. یه سری منابع دولتی هستند و ولی خب اکثر منابع بنیادهای خصوصی هستند. برای مثال سازمان حقوق بشر ایران از هیچ دولتی فاند نمیگیره، ولی این به این معنا نیست که برای مثال اگر دولت حالا هلند یا سوئد یا نروژ اعلام کنند که مثلا به پروژه های حقوق بشری در ایران کمک خواهند کرد، ما تقاضا نکنیم، چون که بالاخره فعالیت نهادهای حقوق بشری هم بودجه داره. ببینید، افرادی هستن که به طور تمام وقت در این نهادها کار میکنند، یعنی به شکل یک شغله.
خب اینم یعنی وقتی از صحبت از فاندینگ میکنیم به این شکله که برای یک پروژه که ما فرض کنیم تصمیم گرفتیم که یک پروژه خاص، یک حرکت خاص رو بکنیم، مثلا چیزی رو منتشر کنیم، یک برنامه تلویزیونی داشته باشیم، براش بودجه تعیین میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم که چه منابعی موجود هستند که چنین فعالیت رو بتونن کمک کنن. تقاضا میکنیم، بعد وقتی هم که تقاضا میکنیم اینطور نیست که فقط یک متقاضی خاص باشه، احتمالاً ده ها یا صد ها سازمان مختلف، سازمان غیر دولتی مختلف تقاضا میکنند و خب اون کسی که اون کمک مالی رو داره تعیین میکنه که کدومشون کمک کنه و بعد هم گزارش های دوره‌ای باید به فاندر تحویل داده بشه. حساب های در واقع خیلی دقیق باید داده بشه و این فاندینگ هم در این کشورها این در واقع علنی است، یعنی که مثلا اگر کسی، اگر یک روزنامه نگار بخواد ببینه که مثلا فلان سازمان حقوق بشری بودجش از کجا میاد، میتونه خیلی راحت اینو پیدا کنه، چون که در این کشورها شفافیت وجود داره و حکومت قانون وجود داره و من فکر میکنم که اون در واقع اون چیزهایی رو که در فضای مجازی می نویسند و میگن که فلان گروه فاند میگیره، اونا خب یه تصویر دیگه تو ذهنشون هست، اون تصویری که به هر جهت آقای امیر مقدم اینم میتونن مثلا بله خب فضای مجازی انعکاس نظرات مردم هم هست، شاید بد نباشه که مثلا سازمانی مثل شما خب این اون پولهایی رو که میگیره از جاهایی که میگیره کمک دهنده ها رو یه لیستی داشته باشن بذارن که راحت تر بشه کار، همینجور که میگید به همین روشنی هست، خب به همین روشنی هم اعلام بشه. فکر کنم که این لیست های موجود هست، ولی یه چیزی هم که یعنی خیلی مهمه تاکید کنم، این فاندها به هیچ وجه استقلال افراد و گروه های این سازمان رو زیر سوال نمیبره، یعنی که هیچ کس نیست که بیاد به سازمان ها بگه، نمیتونن دیکته کنند که ما چه کار کنیم، ما هستیم که تصمیم میگیریم و بر اساس اون تقاضا میکنیم، یعنی استقلال این گروه ها کاملا خوبرجاست. Thank you.